انیمه اسپای فاملی که شروعش با حواشی بسیار زیادی همراه بودش و شدیدن نیمه اول اثر درگیر هایپ شد. هر جا رو بازی میکردم یه صحبتی از اسپای فاملی بودش، تا جایی که رسید به نیمه دوم فصل اول و خروجی به مخاطب میده که خیلی جالب نیست. سابسکرایب و لایک و کامنتیاتون نره، بریم که شروع کنیم. من سالها بودش که انیمه نمیدیدم و دوست داشتم برگردم، ولی خب سرم با کارهای دیگه گرم بود و هی عقب مینداختمش، تا اینکه توی رسانه‌های مختلف، چه یوتیوب چه اینستاگرام چه توییتر، بخشای مختلف و خیلی فان اسپای فاملی، بعضی از سین‌های خیلی خوشگلش وایرال شد. همین سبب شدش که برم سراغش و یک شبه کل اثر رو ببینم. طبیعتاً حرفی که الان دارم میزنم مرتبط با نیمه اول هنوز اومده. یه جاسوس که وظیفه حفظ صلح بین شرق و غرب داره، برای ماموریتش باید یه خانواده تشکیل بده، یه کودک یتیم خونه میاره و با زنی هم ازدواج میکنه با استایل قرارداد، که حالا منظورم از استایل قرارداد اینه که جفت طرف یک سودی میخواستن از این قضیه ببرن و اینجوری ان که میگن واسه اینکه به سود برسیم اوکی بیا با هم ازدواج بکنیم، یه ازدواج الکی. که نکته مهم این خانواده اینه که اعضاش هر کدوم زندگی مخفی دارن و رازهایی دارن که نباید ریویل شه. حالا خودتون ببینید این رازها و اینا چیه دیگه بهتره. جدا از این که داره یک روند ماجراجویی خیلی بامزه با یک کمدی خوب داره ارائه میده، شخصیت‌های رو قرار داده که رابطه هاشون با هم خیلی واسه مخاطب جذابه، نوعی که به هم نزدیکتر میشن، این که همیشه روی یک لبه‌ای راه میرن که نزدیکی که ریویل شه چه رازی رو دارن نگه میدارن، و خلاصه داستان این شخصیت‌ها چیزهایی هستن که رنگ و لعاب میدن به اون ماجراجویی که همراه با کمدی. و از این که بگذرید و بعد از این که تجربه شیرین نیمه اول رو دارید با اون ماجراجویی، با اون قصه‌ای که شل نمیشه، یه ریتم خوبی داره و همجور داره پیش میره که برسه به هدفش، توی نیمه دوم استایل انیمه یه دفعه میشه روزمره. مثلا بخوام مثال بزنم مثلا کونوسوبا، که این نیمه دوم روایت روزمره داره، اینجوریه که هر اپیزود روایتگر یک میشنیه که این میشن بعضی موقات مرتبط با میشن اصلی که در پیشه و بیشتر موقات هم مرتبط نیست، و انگار شما تو نیمه دوم اومدی مرحله فرعی رد کنی اصلا در این حد. و کلن 4 تا اپیزود داره که مرتبطن. تمرکز از 3 تا اعضای خانواده رفته روی یه دونه اعضای خانواده، آنیا، و پردازش شخصیت های لوید و یور خیلی کم میشه متاسفانه، چیزی که من دوستشم خیلی بیشتر اتفاقا ببینم. ولی خب نکته ای که داره طبیعتا اینه که همچنان کمدی رو دوست داره. آثاری که کمدیشون من رو بگیره و من بدم نیاد از کمدیشون، کرینج نشم، توی انیمه ها خیلی کمه و اسپای فامیلی هم جزو اون اثرهایی است که کمدیش خوب بوده، بامزه بوده شایدم واسم و دوستش داشتم و این رو تونسته حفظ کنه. همچنان اثر سرگرم کننده است، ولی نیمه اول اثر نیست و برام خیلی جالب بود ملت که نمره های عجیب غریب حالا به نیمه اول دادن که کار ندارین، به نیمه دوم هم همون نمره ها رو اومدن دادن. خب اینها با هم واقعا فرق میکنن، تو چجوری جفت اینا رو یه نمره دادی؟ در صورت این ویدیو بررسی نیستش و من نمیخوام بیشتر از این کشش بدم و اثر اسپای فامیلی اثری هم نیستش که من بخوام براش بررسی بدم بیرون، مگر اینکه خروجی عجیب غریب بگیرم حاضر باشم همچین کاری بکنم، چون واقعا برای من اسپای فامیلی حکم کونوسوبا رو داره. اینکه مثلا کونوسوبا رو بیای بررسی کنی، بیای بررسی کنی، تحلیل کنی، نمیشه. خب چیو تحلیل کنم؟ مثلا قصه عمق خاصی داره نه دیگه، صرفا اینجوریه که شما ببینید و لذت ببرید. اسپای فامیلی هم طبیعتا نباید توش برید دنبال عمق داستان و اینا بگردید، ولی خب من تو این لذت بردنم دوست ندارم نیمه دوم حکم روزمره پیدا بکنه و دوست دارم مثل روند نیمه اول اثر با یه ریتم خیلی خوب یه قصه ماجراجویی خیلی زیبا رو روایت بکنه و هی قدم بردارم واسه اینکه نزدیک‌تر شم به هدفشون، نه اینکه تو نیمه دوم کلاً دو تا اپیزوده که دارن قدم برمیدارن به سمت هدفشون. حالا هی نیمه دوم نیمه اول کردم، اگر متوجه نشدید که سیزن 1 و شامل 2 تا بخش میشه، یه نیمه اول داشت و یه دونه نیمه دوم که بعدن اومدش. سابسکرایب و لایک و کامنت یاتون نره، ویدیوهای دیگر منو ببینید که اونها بررسیان طبیعتا، این بررسی نبود و امیدوارم که لذت برده باشید. خداحافظ شما.